دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. امروز میخوام یک کمی در مورد جنگ حماس و اسرائیل صحبت بکنم. واقعیت اینه که بحثی که میخوام در مورد جنگ اسرائیل و حماس بکنم یک مقداری شاید بی ربط باشه به خود جنگ حماس و اسرائیل. ما بالاخره برای حل هر مشکلی باید یک مبنا داشته باشیم، برای اساس یک مبنایی صحبت بکنیم. برای همین من علم مثلا ریاضیات رو خیلی دوست دارم، به دلیل اینکه در علم ریاضیات شما وقتی که بحثی میکنید مبناشو میدونید. وقتی که مثلا در مورد هندسه اقلیدوسی صحبت میکنید میدونید که در مورد هندسه اقلیدوسی صحبت میکنید و مبنای خط و نقطه و صفحه رو تعریفش رو میدونید و بر اساس اون میایید و هندسه اقلیدوسی رو بررسی میکنید و مطالعه میکنید. اگر قرار باشه مثلا در فیزیک بخواید مثلا فیزیک حرکت رو بر اساس قوانین نیوتن بررسی بکنید، شما میدانید که دارید بر اساس قوانین نیوتن صحبت میکنید و این قوانین نیوتن مثلا در درون هسته، مثلا هسته اتم، جوابگو نیست و اونجا باید از فیزیک کوانتوم استفاده بکنید. ولی ما در علوم انسانی متاسفانه خیلی وقتا چیزایی رو که خیلی بدیهی میدانیم در طرف مقابل ما بدیهی نیست. عملی رو که ممکنه مثلا در این ور میز یک حرکت انقلابی یا یک حرکت آزادی بخش باشه، در اون طرف میز یک حرکت مثلا تروریستی باشه یا یک حرکت مثلا ضد دولتی باشه. اون مشکل رو ما کردها خیلی احساس میکنیم در فعالیت هایی که میکنیم، خیلی مشهوده. مثلا وقتی که برادرمون، پسر عمومون یا به اصطلاح یکی از اقواممون، همشهریمون، بالاخره اسلحه در دست گرفته و در مقابل حکومت حاکمه داره میجنگه برای آزادی منطقه خودش، برای آزادی ملت خودش، ممکن از دید حکومت مرکزی یک تروریست دیده بشه، ولی از دید ما یک فرد به اصطلاح انقلابی، فداکار، جان فدا و کسی که جانش رو پیش مرگ تو شده، یعنی خودش رو پیش کشیده، خودش رو فدا کرده که تو زندگی داشته باشی و تو به آزادی برسی. این در جنگ اسرائیل حماس هم ممکنه به این شکل باشه. چون من نه عرب هستم و نه اسرائیلی هستم، دقیقا نمیتونم حس حالی رو که بالاخره عرب و اسرائیلی ها در این شرایط باش مواجه هستند رو درک بکنم. ولی به هر حال جنگ اتفاق افتاده و این جنگ در هفتم ماه گذشته متاسفانه نیروهای حماس با حمله‌ای که کردن به جشنواره موسیقی و مردم بی‌دفاعی که در کنار مرزهای غزه بودند و قسمت اعظمی از اونا، معمولاً به اصطلاح قسمت زیادی از کسایی که بهشون حمله کرده بودن، اتفاقا طرفدار خود اسرائیل حماس بودن و طرفدار فلسطینی ها بودن و کسانی رو به گروگان گرفتن که ممکنه مثلا خیلی هم سمپات حماس بوده باشن، متاسفانه عمل بسیار بسیار شنیع انجام داد و انسان‌های بیگناه، توریست ها، افراد بیدفاع، تقریبا 200 نفر رو در جشنواره موسیقی کشتند و بیشتر از 200 نفر و تقریبا 1400 تا کشته به اسرائیل تحمیل کردند. اسرائیل در کل تاریخ خودش انقدر در یک روز کشته نداده. تبعات این حمله سالهای سال منطقه رو دستخوش تغییراتی خواهد کرد، دستخوش نارامی‌هایی خواهد کرد. متاسفانه اسرائیل نتونست در این یک ماه گذشته آنچنان که باید سعی بکنه و بتونه این حرکت رو به اصطلاح مدیریت بکنه و بتونه این حرکت رو به اصطلاح سرکوب بکنه و اون کسایی رو که در این قتل‌عام شرکت کرده بودن به سزای اعمالشون برسونه. ولی در مورد جنگ حماس و اسرائیل، اون مسئله کل مسئله فلسطین رو اگه در نظر بگیریم، مسئله فلسطین رو حالا ما باید بر اساس معیاری بخوایم باهاش معامله بکنیم. حالا مثلا یا باید بر اساس معیاری باشه که ما مسلمان ها ادعا میکنیم، مثلا میگیم که بالاخره حضرت عمر آمد مثلا بیت المقدس رو گرفت و اونجا سرزمین مسلمان هاست، بعد افتاد دست مسیحی ها، بعد مثلا میگم صلاح الدین ایوبی دوباره آزادش کرد، بعد مثلا افتاد دست امپراتوری عثمانی و به این شکل. به این میگن حق شمشیر. حق شمشیر یعنی این که
در قدیم تا قبل از جنگ جهانی دوم باب بر این بود که جایی رو که اشغال میکردن زمینه خاک اشغالگر میشد و این یک حرکت پسندیده سیاسی بود، همه این کار رو میکردن. کسایی که شکست میخوردن سرزمینشون رو از دست میدادن، حاکمیت ملیشون رو از دست میدادن. استعماری رو که در تمام اروپا و اروپایی ها مثلا در آفریقا و آسیا پیاده کردن بر همین اساس بود. همون فتوحات اسلامی رو که ما ادعا میکنیم که مثلا ایران فتح شد یا مثلا فلان جا فتح شد جز کشورهای اسلامی شد، بر اساس همین فلسفه است. اگر بر اساس این دیدگاه بخوایم موضوع رو نگاه بکنیم، خب اسرائیل در جنگ هایی که با عرب داشته این سرزمین رو فتح کرده و ادعایی نمیتونیم داشته باشیم. ولی ما برمیگردیم این رو بر اساس قراردادهایی رو که بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس اون قراردادهای نانوشته‌ای که مرزها دیگه تغییر نخواهد کرد، مرز قراردادهای نوشته‌ای که مرزها دیگه تغییر نخواهد کرد، به سازمان ملل رو تصویب کردیم و به عضویت سازمان ملل کشورها در اومدن و قرار شد که بر اساس مذاکرات و بر اساس دیپلماسی بخوان کشورشون رو اداره بکنن و اختلافاتشون رو مدیریت بکنن، ما این حق شمشیر رو به رسمیت نمی‌شناسیم و بر اساس این هست که داریم ادعا می‌کنیم که اسرائیل باید حق فلسطینی‌ها رو بده. خب حق فلسطینی ها رو بده، حالا حالت اولش که گفتیم حق شمشیر بود، حالت دوم حق به اصطلاح تاریخی باشه. حق تاریخی بالاخره بر اساس تمام مدارک و شواهد تاریخی این سرزمین سرزمینی هستش که اسرائیلی ها درش، یهودی ها درش اکثریت رو داشتن. سرزمینی بوده که اسرائیلی ها درش زندگی میکردن، یهودی ها درش زندگی میکردن، تا اینکه در به در شدن و بعد از جنگ جهانی اول اومدن در اونجا شرکت کردن و در اونجا اکثریت رو به دست گرفتن و زمین خریدن و مهاجرت کردن به اون سرزمین. و اون سرزمین الان به اصطلاح به دلیل اکثریتی که اسرائیلی ها دارن بالاخره خاک اسرائیله و اسرائیل یک دولت دموکراتیک هست. در این شرایطی که داریم میبینیم 1400 نفرشون رو ترور کردن و کشتن، باز هم یهودیا بیشترین مخالفت رو مثلا با جنگ دارن خودشون انجام میدن. شما مثلا میبینید که پارلمان مثلا کنگره آمریکا رو میان میگیرن، میرن ایستگاه قطار نیویورک رو میگیرن، یهودیا خودشون میرن و در مخالفت با جنگ اسرائیل و یهودی ها، اسرائیل و به اصطلاح یهودی ها و مسلمان ها میرن اعتراض میکنن. در خود مثلا این رو در اسرائیل میبینیم که اسرائیلی ها مثلا خودشون بر علیه دولتشون به اصطلاح مخالفت میکنن، اعتراض میکنن، وزیراشون رو مثلا بهشون اعتراض دارن. به هر حال کشوری هست دموکراتیک و در اون کشور دموکراتیک خود اسرائیلی ها هم بیشترین مخالفت رو با دولت اسرائیل می کنن. به هر حال در این جنگ به این شکل تا حالا ادامه پیدا کرده، تعداد خیلی زیادی از اعراب کشته شدن. اینجا بحثی هست در مورد به اصطلاح غیر نظامی ها. واقعیت اینه که قسمت اعظمی از اسرائیلی ها غیر نظامی نیستن و قسمت اعظمی از اعراب منطقه هم غیر نظامی نیستن. با وجود اینکه لباس نظامی نمی پوشن، غیر نظامی نیستن. فیلم های زیادی الان هستش در شرایطی که مثلا میبینی یک رزمنده حماس کشته میشه و سلاحش رو یک دکتر به دست میگیره، با روپوش پزشکی میجنگه و بعد از اون کشته میشه و یک نفر دیگه میاد سلاح رو به دست میگیره و اون هم کشته میشه. خب در این شرایط اونایی که سلاح به دستشون بوده بالاخره اگه نکشیش میکشه، هرچند لباس غیر نظامی پوشیده باشه. حماس متاسفانه سازمانیه که تحت حمایت جمهوری اسلامی هست. ما تجربه بسیار زیادی در با جمهوری اسلامی داریم. مراکز بسیج در تمام شهرها مراکزی هستن که در وسط مناطق غیر نظامی هستن. بیمارستان‌ها، نمیدونم مدارس، هیچ کدومشون غیر نظامی نیستن. پایگاه‌های بسیج در خود دانشگاه‌ها وجود داره. ما این رو کاملا دیدیم، مشهوده برامون. یعنی اگر الان مثلا پایگاه بسیج دانشگاه تهران اگه مورد هدف قرار بگیره، نمیتونیم ادعا بکنیم که دانشگاه تهران مورد هدف قرار گرفته. پایگاه بسیج دانشگاه تهران مورد هدف قرار گرفته. واقعیت اینه که تعداد خیلی زیادی از کسانی که به اصطلاح ادعا میکنن که غیر نظامی هستن، غیر نظامی نیستن و اینا متاسفانه دارن با جان غیر نظامیای هموطن خودشون دارن بازی میکنن. و این هم یک سیاست جنگی هست و داره این سیاست پیروز میشه. فشار افکار عمومی که داره به اسرائیل میاد بسیار بسیار بالا رفته و ممکنه اسرائیل مجبور بشه این جنگ رو قبل از اینکه به پیروزی نهایی برسه و این معضل رو برای همیشه حل بکنه، ممکنه مجبور بشه به آتش بس
بکنه به اصطلاح. این واقعیتی که در منطقه وجود داره و ما باید اینو درک بکنیم که برخلاف تمام تبلیغاتی که کشورهای مسلمان دارن میکنن، متاسفانه اون کسایی که در اونجا هستن خیلی هاشون به اصطلاح خواهان از بین بردن اسرائیل هستن، خواهان این هستن که اسرائیل رو از صحنه روزگار محو بکنن و واقعا اگر قدرت در دستشون باشه این کارو میکنن. این رو میدانیم که حماس داره از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و قسمت هایی هست غیر نظامی ها هم برای اینکه به اصطلاح این فشار افکار عمومی دنیا رو به سمت اسرائیل زیاد بکنن، خودشون منطقه رو ترک نمیکنن. واقعیت اینه که در این جنگ، در این شرایط جنگی، اون کسایی که در باریکه غزه دارن زندگی میکنن، حداقل در شمال باریکه غزه، در شهر غزه دارن زندگی میکنن، باید تا الان منطقه رو ترک میکردن. کسایی که ترک نکردن قابل درک نیست. 30 روز هست که اینا این منطقه رو میکوبن و از مردم میخوان که این منطقه رو ترک بکنن که اینا بیان با حماس در اونجا درگیر بشن. کسانی که خواسته یا به زور حماس دارن سپر انسانی میشن، خودشون هم قسمتی از گناه ها رو بر عهده دارن. به هر حال من امیدوارم که این جنگ به زودی تمام بشه و امیدوارم که به نتیجه مطلوب برسه و برای صلح آماده بشه منطقه. منطقه واقعیت اینه که دو راه بیشتر نداره، یا یک کشور متشکل از هر دو قوم یهودی و عرب که من فکر نمی کنم به نفع اسرائیلیا باشه، به دلیل اینکه متاسفانه زاد و ولد عرب بسیار بالاست و بعد از مدت کوتاهی اسرائیل اتوماتیک محو خواهد شد، و راه حل دوم این است که دو کشور اسرائیلی و فلسطینی در کنار هم باشند و بخوان با همدیگه زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. امیدوارم که هر کدومش به نفع منطقه هست به نتیجه برسه. من بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. امیدوارم که شما هم نظراتتون رو زیر این فیلم بذارید اگر موافق بودید. متشکرم.